یکی از خوبی ما ایرانی ها یا شرق آسیا یا تمام خاورمیانه اینه که هیچ مریضی مصری اما شروع نشد. یعنی هرچی مریضی مصری بود یا آغازگر شرق آسیا و چین بود یا آفریقا. الانم آبله میمونی اومده از آفریقا. آفریقای عزیزی مشکلتون با میمون چیه؟ همه ایدزم کار خودتونه. یکی از همقبیلهیاتون رفت به میمون تجاوز کرد، رابطه جنسی برقرار کرد، ایدز رو ازش گرفت پخش کرد، کل دنیا الان دارم میگیره. شما که مشکل ازدواج ندارید، اونجا ازدواج آسان، قشنگ میری یه گوره خس شکار میکنی میری به زن میدن، واسه چی رفتی با میمون؟ الان با میمون چی کار کردی که آبلش رو گرفتید؟ حتما یه کاری باش کردی دیگه، انگشتش کردی، چی کارش کردی؟ آبله پخش شده وزیار. ما باید چوب شما و این چینیا رو بخوریم همیشه. تیلور سویفت درسته، همین خواننده خانومه، من میشکم تیلور، گفتن تیلور میتونه نتیجه انتخابات آمریکا رو مشخص کنه، فقط کافیه حمایت کنه. یعنی اگه این تیلور از کامیلا هریس حمایت کنه، شک نکنیم برنده است، چون کلی طرفدار داره تو نسل جوان، نسل زد و اینا. یعنی منتظرن که تیلور دستور بده، فرمان بده، حمله کنن به صندوقای رای و رای بدن به کامیلا هریس. یعنی الان دموکرات ها فقط منتظرن که این تیلور ازشون حمایت کنه. تیلور نکن، اگه صدا میشه نکن، تش میگم مقصد تیلوره. ما هم داشتیم سیلیوریتی حمایت کردم، تش بله، تو سوادشو نداری حمایت نکن. فردا کازو کوزو سرتو میشکن عوضی، کنسرت برو، اونجا هم آزادی هست، میتونی هم بخور. بعضی وقتا آدم واسه خانوما ناراحت میشه، گفتن خانوما نسبت به آقایون زودتر معتاد میشن، متاسفانه الکل همه چی. یعنی آقای اگه 15 تا پیک بزنه، خانم 3 تا پیک بزنه، خانم زودتر معتاد بزنه، آقا میتونه ترک کنه. یعنی آقای اگه 5 سوت بزنه، سوت بکشه، خانم یه سوت، او خانم زه. یعنی اگه آقای 5 تا گل بزنه، خانم یه گل بزنه. و متاسفانه آسیب قلبی، مغزی و کبدی واسه خانمان بیشتره. خدایا یه کاشی اقدر ظریف نمی آفریدشون. آره خیلی ظریف آفریدشون. آره کاش که یکم خشنتر بودن، گناه دارن خود دیگه. خلاقا مثل ما می آفریدشون، بعد بگو مثلا این سه پیک و 15 و این معتاد بشه. آره یکم خشن، ظرافتش بیش از حد. حتی این خانوما دانشمندان دنبال طرحی هستن که سیاره مریخ مثل زمین قابل سکونت بشه و گفتن این سیاره مریخ هواش خیلی سرد، اکسیژن هم خیلی کمه، به خاطر همین غیر قابل سکونته. میخوام اکسیژنش افزایش بدیم، دماش هم گرمتر کنیم. شما گو میخوری عوضی که ساده عوضی به شما چه؟ میخوای مثل زمین نابودش کنید؟ مگه مریخ واسه شما دعوتنامه فرستاده که منو مثل زمین کنید؟ گو بخوری که ساده. همین یه سیاره نابود که واسه هفت پشت زمین بسته دیگه، کسافت های آشغال. کی بهتون گفته آشغال های عوضی؟ بری یه چیز دیگه کشف کنی. کسافت ها میخوای بتنگی تو مریخ مثل زمینش کنی؟ شما گو میخورید کسافت ها. آقا یه کمپین ایجاد بشه و یه بیشرف ها بگیم کاری به مریخ نداشته باشن. محققین پی بردن که هدف داشتن در سنین بالا باعث میشه که زوال عقل کمتر بگیری، یعنی آلزایمر نگیری. یعنی اگه 70-80 ساعت باشه و هدف داشته باشی، کمتر آلزایمر میگیری و این به درد ما نمیخوره. چون ما الان همین جوونمون هدف نداره. مثلا آدم 20-25 سال بهش میگیم چی کار میکنه؟ امید، صبح تا شب بیدار، خب میشه تو گوشی، هدف چیه؟ چه برسه به اون سنبالامون؟ ما تو ایران طرف بالا 50 سال میشه میخوام بمیرم دیگه، دیگه رفتنی هستن، هدف چیه؟ دنبال یه قبر ارزونم که بمیرم. آره آره، ما همون آلزایمر بگیریم بهترمونه. لاغر فراموش کنیم دردامونو. یعنی آلزایمر واسه مردم ایران اغلبشون یه دواست، یادشون نمیاد چیه، گرونی چیه، ای کیه.
متاسفانه گفتن در رابطه جنسی خانوم ها نسبت به آقایون کمتر به ارگاسم میرسن، یعنی نصف آقایون، یعنی از هر دو تا رابطه یکیشون مثلا نمیرسن به ارگاسم متاسفانه، که این آمار خیلی بده، بیادبی هم نیست، جدیه، چون اصلا خودم هم میدونی دیگه، حالا درست من دارم بیان میکنم ولی جدیه، مزه جدیه، خیلی از رابطه ها به خاطر همین اصلا فرو پاشید. بله دیگه، یارو اومده توی رابطه مثلا مرده مثلا کارشو میکنه به ارگاسم میرسه پشتش میده میخوابه، من بعد به خانم زن میگه که ساده ای خود و سهبزی یا هرچی، حالا چی بگم، امیدوارم که درمان بشه، در یک تعامل دوتاتون به ارگاسم برسید، خودخواه نباشید، اونم حق داره دیگه از اون رابطه لذت ببره، که متاسفانه و خیلی از جدایی ها به خاطر همین هرچی. ما این رابطه جنسی و سطحی میبینیم میگه این چیه، خارجی ها تا تهش رفتن دیگه، یعنی تحقیق میکنم، یعنی خارجی ها بابت هرچی تحقیق میکنم، مثلا میگن خوبیش بدیش چیه، و الان گفتن خانوم هایی که رابطه جنسی کمتر دارند در خطر مرگ و میر بیشتری هستن. اینو خدا وکیلی فکر کنم یه مرد حول گفته همزی که بدون رابطه جنسی داشته باشه. حالا طبق چی؟ طبق داده ها. کدوم داده ها؟ داده هایی که دریافت کردید. یعنی چی؟ یعنی داره تشبیه میکنم، گرچه حق شما احساس میکنم واقعا حقش، رابطه جنسی واسه سلامت روح و جسم خیلی واجبه. حالا چیکار کنم واسه اونایی که ندارن؟ ما چیکار زو بدیم؟ بختشون باز نشده، نمیدونم هر چیز، نمیدونم واقعا، من نمیدونم پیشنهادی بدم، امیدوارم که هر چی. آدم یه چیزی میبینه ناراحت میشه، یه چیزی میگه، بعضیا بد برداشت میکنن، میگن نصیحت نکن، تو کی هستی؟ اصلا من آدم نصیحت نیستم، اصلا من در جایگاه نصیحت نیستم، اصلا من کی هستم؟ من خودم هزار تا عیب دارم. ولی یه چیزی میخونی ناراحت میشی. گفتن اونایی که هر روز ماریجوانا میکشن، گل میکشن، خدای نکرده احتمال سرطانشون زیاده نسبت به بقیه که نمیکشن، یعنی خطرناکه، یعنی اونایی که خیلی میکشن دیگه در معرض خطرن، و اونم سرطان سر و گردن متاسفانه. خواهشن نکشید، نکشید، تفریح نیستی، حالا هر کار بید کافه مافه هر کار دیگه، گلو نکشید دیگه، اقدر نکشید، خدا نگه فردا مریض بشید، سرطان بگیرید، دوچار مشکل بشید، ایفید به جان خودم، دمتون گرم. محققین گفتن این رقص یه سبک درمانه، یه سبک زندگیه، بهش سطحی نگاه نکنید، توهین میشه به رقص. و گفتن اونایی که میرقصن اختلالات ذهنی و مغزیشون کمتره، اصلا بعضی اونایی که هم اختلال دارن ذهنی مغزی بهبود پیدا میکنن تا یه حدی با این رقص. بله، مگه نمیدیم من خردادیان شناسرانی چقدر خوب موندم بخاطر رقص دیگه؟ برقصید پس، کجا من نمیدونم، برقصید، از میتونید برقصید هر جایی که جا هست برقصید و بهبود پیدا کنید. بله، از حالا هم واسه مجلس گرم کنی برقصید، هم واسه مغز و ذهنتون. آره، به رقص تانگو باشه بهتره دیگه، تانگو دو نفر هست، آتو یه نفره هست، آره یه رقص یه نفرم بعد نی برقص.